بازتاب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. سایت وزارت خارجه انگلستان. بیانیه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه در شورای حکام آژانس در مورد برجام. ما هیچ تغییر اساسی در رفتار ایران نمی‌بینیم. ایران بی‌وقفه به افزایش برنامه هسته‌ای خود ورای توجیه غیرنظامی ادامه داده است. گزارش مدیر کل نشان می‌دهد که ایران به مسیر تشدید فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. مسئولیت کامل این وضعیت بر عهده ایران است. سایت کاخ سفید. جان کربی گفت من نمی‌خواهم راجع به گزارشات مفصل در رابطه با موشک‌های هایپرسونیک صحبت کنم. ما با تحریم و سایر فعالیت‌ها بسیار روشن عمل کرده‌ایم تا اقدامات ایران در منطقه شامل برنامه موشکیشان را عقب براند. خبرگزاری آساشیتد پرس نوشت ایالات متحده گروهی از افراد و شرکت‌ها از ایران، چین و هنگ‌کنگ که با برنامه بالستیک ایران مرتبط هستند را تحریم کرد. این شبکه متشکل از 7 نفر و 6 شرکت تهیه قطعات و فناوری حساس و حیاتی را در توسعه موشک‌های بالستیک ایران از جمله وزارت دفاع ایران و شرکت‌های وابسته به آن تسهیل کرده است. سایت وزارت خارجه آمریکا. ودان پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه گفت ایران به رفتار خشونت‌آمیز علیه وحید افکاری برادر نوید افکاری ادامه می‌دهد. وی 1000 روز را در زندان انفرادی گذرانده است. وحید همچون برادرش غیرعادلانه بازداشت و تحت شکنجه برای گرفتن اعتراف اجباری قرار گرفت. قضایای رژیم ایران تلاش می‌کند ترس در قلب مردم عادی و تظاهرات کنندگان ایجاد کند. سایت فاکس نیوز با عنوان هوچی فراتر از تصور نوشت تهران به عنوان معاون رئیس در کمیته عمومی برای نشست 78 و همچنین به عنوان گزارشگر کمیته خلع سلاح و امنیت بین‌المللی مجمع عمومی انتخاب شد. متحدان بین‌المللی به طور قاطع این انتصاب‌ها را در سمت‌های بالا در مجمع عمومی رد کردند. سایت تابنهال با عنوان سپاه پاسداران به دنبال دور زدن تحریم هاست نوشت سپاه بیش از 70% از اقتصاد رژیم را کنترل می‌کند و هیچ گونه مالیاتی نمی‌پردازد. شبکه پیچیده شرکت‌های آن به وسیله آخوندها برای دور زدن تحریم‌های نفتی و پتروشیمی از طریق کانالیزه کردن و هدایت تجارت از طریق شعب و شرکت‌هایی با همین نام که در خارج از ایران به ویژه در کشورهایی که تحت تحریم نیستند استفاده می‌کنند. European Union External Action. نماینده اتحادیه اروپا در جلسه شورای حکام آژانس در مورد راستی آزمایی و نظارت بر رژیم ایران. ما قویاً از ایران می‌خواهیم که مسیر هشدار دهنده هسته‌ای خود را معکوس کند. بدون تأخیر بیشتر به تعهدات سیاسی خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای بازگردد.